در آغاز سال 2016 میلادی سلام و درود دیگری دارم بر همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران. در برنامه‌ای از تلویزیون ایران فردا برای امروز و فردای ایران، این هفته بسیار بسیار پرخبری و پرخطری است، به این معنا که مسئله عربستان که من با عنوان فرجام برجام و این دفعه برای عربستان ازش نام میبرم، میتونه که سال 2016 رو آغازش رو با ماجراجویی های بسیاری همراه بکنه، به این معنا که اول از هر چیزی، اول از هر تحلیلی، هر خبری، من میخوام به همه هموطنان عزیزم توی ایران بگم که یادمون باشه ما ایرانی هستیم، هموطنان بسیار عزیز عرب ما ایرانی هستند، هموطنان بسیار عزیز سنی ما ایرانی هستند و ما با داخل بازی دو حکومت نشیم. هموطنان ما همیشه هموطن ما بودند، هستند و خواهند بود. یادمون باشه که توی این زمینه برخوردهای نامناسب ازمون به خاطر بازیهای این دو حکومت، ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران و عربستان، به وجود نیاد. و اما عربستان چرا این کار کرد؟ آگاه نبود؟ آگاه بود. من فکر کنم که دلایل بسیار بسیار روشن و مشخصی داره. یک، اینی که این شیخ کی بود، این شیخ نمر یا نمیر یا هر اسمی که داره، به هر حال بیشتر از هر چیز که خودش اعلام میکرد تابع ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بود، میخواست که شهرهای شرق عربستان، قطیف و احسا رو به بحرین نزدیک بکنه و در اونجا حکومت شیعی بحرین رو به وجود بیاره و در نهایت از این 47 نفری که اعدام شدن، این یکی از 4 نفر شیعه بود، بیشترشون سنی بودن، بیشترشون از القاعده بودن، خطری رو که برای عربستان از جانب شیعه ها میتونه به وجود بیاره، میتونه که برای سنی های دیگر داخل عربستان غیره و غیره خطرات بیشمارتری رو داشته باشه. ولی من وارد این بحث نمیخوام بشم، وارد بحث دیگری که مربوط به خود ما ایرانی هاست میخوام بشم، به این معنا که علت این مسئله رو من به نوعی با یک خاطره یادآوری میکنم. همه ما، اکثریت ما، چه اونهایی که سنشون تقاضا میکنه از شروع انقلاب به این طرف، چه اونهایی که در این تاریخ بزرگ شدن، آگاه هستند که مسئله جنگ ایران و عراق مسئله ای بود که آقای آیت الله خمینی اعلام کردند که صدام باید بره و حکومت عراق شیعه بشه. خب این ماجرا امروز اتفاق افتاده، برای اینکه حکومت عربستان باید از بین بره و حکومت شیعه جایگزینش بشه. خب نتیجه اولیه چه شد؟ نتیجه اولیه حدود 745,000 کشته جنگ از بچه های ایران، 1,000,000,000,000 خسارت جنگ، از بین رفتن شهرهای ایران و آواره شدن هموطنان عزیز ما بود که همچنان شهرها خرابه. نتیجه دوم چه شد؟ نتیجه دوم همینی که الان در برابرمون قرار گرفته، قطع رابطه، بالا رفتن تحریم ها. به هر حال عربستان ناآگاه به این قضیه نبوده، عربستان بازی هوشمندانه ای رو در این زمینه کرده. این بار باخت، باخت نتیجه بازی جمهوری اسلامی است.
وقتی که شما برمیخورید به این که به هر حال در داخل جمهوری اسلامی و در داخل ایران چه شد، وقتی سفارت رو آتیش میزنن، طبیعی است نتیجه این قضیه حتی اگر بازی خود عربستان بوده، که به نظر من هم بوده، ولی بازی هوشمندانه بوده، این بازی هوشمندانه نتیجهش چه شد؟ نتیجهش این شد که به هر حال یه تعدادی از کشورها با ایران قطع رابطه کردند. این کشورها کیا بودن؟ این کشورها همه مسلمونن، هنوز مونده بقیه غیر مسلمون ها. خب چه اتفاقی در داخل ایران افتاد؟ خیلی طبیعیه که چه اتفاقی افتاد. آمدن ریختن سفارت رو آتیش زدن در تهران و در مشهد و در همه اینجاها. بلافاصله بعد از قطع رابطه اینها، شورای امنیت سازمان ملل هم ایران رو محکوم کرد. این محکومیت وقتی برمیگرده به تجربه، وقتی برمیگرده به اشغال سفارت امریکا در ایران، نشون میده که ایران جای امنی نمیتونه باشه. خب در داخل ایران چه اتفاقی افتاد؟ نیروهای خودسر، لباس شخصی ها، هر کی که اسمشون هست، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، بسیج، غیره غیره، همه اینها یکی بیشتر نیستن به نظرم، اسامیشون در طول زمان عوض میشه. چه کردن؟ همه این مسائل رو باعث و بانیش بودن. رئیس جمهور چه کرد؟ دستور داد وزارت کشور، وزیر کشور هم دستور داد نیروهای انتظامی و امنیتی پیشبینی این قضیه رو کرده بودن و دستور رئیس جمهور و وزیر کشور بر این مبنا بود که جلوی این کار گرفته بشه. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که به هر حال به فاصله کوتاهی وقتی این اتفاقات افتاد، معلوم شدش که به گفته خود مقامات همه رو که نمیشه زد، پس معلوم این بقیه رو میشه زد. اونهایی که این کارها رو میکنن نمیشه زد. نمونه هاشم هم سفارت امریکا بود، هم سفارت انگلیس بود و حالا سفارت عربستانه. دستور رئیس جمهور چه شد؟ از قبل که میدونستن آیا این دستورات قابل پیگیری است؟ آیا واقعا کسی که دستور میده قدرت دستور دادن داره؟ آیا ما یادمون رفته که آقای روحانی همین دستورات رو برای تجاوز به اون دوتا پسر بچه ایرانی دادن به وزیر ارشاد؟ اونجا نتیجه چه شد؟ هیچ. پس دستورات مشخصه، دستورات راه به جایی نمیبره. نمایش دستورات بسیار بسیار مهمه. نقش عربستان مشخصه که چیه. به نظر من خیلی روشن و خیلی مشخصه. عربستان میخواد به امریکا بگه که اگر که شما جمهوری اسلامی رو انتخاب کردید، ما از شما تبعیت نمی کنیم، خودسرانه اقدام می کنیم و این اقدامات رو انجام میدیم. نتیجه چی میشه؟ این کار عربستان بدون امریکا هست نیست، خودش قابل بحثه. ولی نتیجه این کار عربستان بسیار روشنه. امروز از ترکیه، از پاکستان، از افغانستان، از عربستان، از کویت، از بحرین، از امارات، از کشورهای دورتر، نمیدونم سودان و جیبوتی و غیره و غیره، همه دور تا دور ایران شدن دشمن ایران، دشمن ما. اونجایی که ما از محمد رضا شاه ایراد میگرفتیم که چرا با امریکا رابطه داری، حالا همه منطقه شده امریکا، دور تا دور ایران شده امریکا. حالا هدف امریکا چیه؟ آیا امریکا بر اساس مقالاتی که این دو سه روز پیش مرتباً بحث‌های تلویزیونی که در امریکا انجام میشه، یک چیز بیشتر نیست. امریکا از هیچ کدوم از این دو حکومت خوشش نمیاد. هر دوی این حکومت رو فکر میکنه باید که از بین برن. نتیجه چه میشه؟ بحث مدت زمانه که آیا این دو حکومت میتونن بمونن؟ نه، نمیتونن بمونن. به طور قطع و یقین نمیتونن بمونن. عربستان به یک شکل، جمهوری اسلامی به یک شکل. مشخص، کارنامه های روشن و مشخص دارن و طبیعی است که راه به جایی نخواهد برد این قضیه. این بحث قدرت رو که من عرض می کنم
مجددا آقای روحانی همین چند ساعت گذشته است، خیلی نگذشته ازش، که در واکنش به قطع ارتباط عربستان و این کشورهای دیگه با وزیر خارجه دانمارک صحبت میکنن و اعلام میکنن که هدف ما، جالبه، این کشورها قطع رابطه کردن، ایشون میگن هدف ما نزدیک شدن و رابطه بیشتر ایجاد کردن با دانمارک. خب البته طبیعی است، من نمیدونم چی به چی ارتباط داره، ولی واقعیت قضیه اینه که آدم توقع داره رئیس جمهوری که مدعی هستند انتخاب شده مردمه، مدعی هستند البته، بخواد که به یه شکلی به نظر من حرف دل مردم رو بزنه، ولی کجا به کجاست نمیفهمم. ولی ببینیم آیا ما باید این قطع رابطه رو انجام میدادیم یا عربستان؟ ما باید بعد از اینی که به بچه های ایران تجاوز شد قطع رابطه رو انجام میدادیم؟ ما باید بعد از اینی که کشتار منو انجام شد قطع رابطه رو انجام میدادیم یا عربستان؟ منو باز یاد رضا شاه میندازه که یک حاجی در مکه مرده بود و معلومم نبود که به چه شکل مرده. رضا شاه درخواست بستن سفارت رو کرد، وقتی بهش گفتن که چرا این کاری کردی، مگه چه اهمیتی داشت، گفت اگه دست خودم بود، اگر میتونستم، خاک عربستان رو به توبره میکشیدم. حالا کجاییم؟ ببینید خیلی روشن، خیلی مشخص، یک بحث مشخصه. من بازم دارم میگم، اول صحبتم هم گفتم، هموطنای عرب ایرانی ما، هموطنای سنی ما همه ایرانی هستند، هوشیار باشیم به این قضیه. یادمون باشه جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفته و در این تنگنایی که قرار گرفته یک جنگ دیگه، یک اختلاف دیگه بین مردم ایران نندازه، به دنبال یک جنگ دیگه ما رو نکشونه به جاهایی که ما تجربه تلخش رو در این زمینه داریم. آخرین و مهمترین بحثی که به نظر من وجود داره و میتونه ایران رو نجات بده، هویت ایرانی ایرانی هاست. چه شیعه مذهب، چه سنی مذهب، هر کدوم اینها در جایگاه خودشون، ولی هویت ایرانی میتونه از جنگ این دو فاصله بگیره و جایگاه بالا و برتر ایران رو در منطقه برای مردم ایران و در صحنه بین‌المللی به نمایش بگذاره و ما رو از این مخمصه‌ای که گرفتار شدیم نجات بده. من مطمئنم که ما به اینجا خواهیم رسید. سپاسگزار هستم. Oh, 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 oh